سلام و درود به چنل یوتیوبی سفاربر، خیلی خوش اومدین. دوستان میخواییم بریم سراغ یه اصلاح ریش و خط براتون میگیرم ریشو. فقط اگر هنوز مشترک چنل یوتیوب ما نشدید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که ویدیو جدیدی گذاشتیم برای شما بالا بیاد. بیا رو کار ببینیم چی کار میکنیم. خب دوستان، ایشون میخواد چی کار کنه؟ میخواد این قسمت ریشش یه فید توسی بخوره، سفید نشه، بیاد پایین و این ریش زیر خوشگل زیر چونش یه مقدار بلند باشه. خب ما باید چی کار کنیم؟ اول اینکه باید سایزش رو به دست بیاریم که آقا چقدر میخواد این مقلو روشن کنه. خب چقدر میخواد روشن کنه؟ خب از اونجایی که من قبلا میدونم شماره 3 میلی متر میزنه، با شماره 3 میلی متر اینجا رو میزنه، به اینجا که رسید اینجا رو بلند میذاره. با شماره 3 میلی متر با شماره 3 میلی متر ریشو کوتاه میکنم. خب به اینجا که رسیدم یه نیم درجه گارد میدم به شونه 3 میلی مترم. خب به اینجا که رسیدم یه 2-3 سانتی مونده به چانه برسم، گارد تا آخر باز میکنم. 1 میلی متر به اضافه شونه 3 میلی متر وال میشه 4 میلی متر و به این شکل کارو وصل میکنم به چانه. فقط اینجا رو بعد بهتون میگم چی کار کنید. خب این قسمت مونده. خب ما اینجا رو با شماره 4.5 میلیمتر کوتاه کردیم، ایشون نمیخواد دور سرش سفید شه. حالا من تا اینجا رو با 3 میلیمتر زدم، حالا گارد باز میکنم 4 میلیمتر، البته یه نیم درجه بازش میکنم، بعدش تا آخر باز میکنم گارد میشه 4 و وصلش میکنم به 4.5 میلیمتری که دور سر ایشون ما کوتاه کردیم. تموم شد. این از این. حالا میخوام بیام و ادامه 4 میلیمتر رو به پایین ریشش وصل کنم. اینجا نمیخواد کوتاه بشه. آقا خیلی ها مشتری ها میان آقا میگن اینجا مون دست نزن، کوتاه نشه یا بلندتر بمونه. ایشون میخواد دست نخوره. پس من میام اینجا به این شکل انتهای یعنی این قسمت شونه رو به سمت خودم میکشم و روند افزایشی پیش میرم. اینجوری خیلی راحت ریشو کانکت کردم. دقیقا همین کاریو که این ور انجام میدیم اون ورم باید دقیقا همینجوری انجام بدیم. حالا میریم سراغ سیبیلای خوشگلش. ماشین میکنیم با شماره 3 میلیمتر. بعد میان اون تارای سیبیل خوشگلش که اومده رو لبش رو به همین شکل میگیریم. حالا ایشون نیومده رو لبش، ولی اگر اومده بود رو لب قشنگ به این شکل میتونید رو لب رو بگیرید. بعدش یه تکنیکی که خیلی مهمه اینه که آقا قبل از اینکه بیای خطوط رو بگیری، مثلا این سیبیل رو میخوای شکل سازی کنیم با تیر، شما قبلش بیای از ماشین اسلو صفر استفاده کن، بیای نزدیک 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 برو بالا بالا بالا. آره به این شکل یعنی آره به این شکل میام و زاویه سازش میکنم. میخواد اینجا چهارگوش باشه، یه خط ریش خلیجی میخواد، یعنی این قسمت بیاد بشکنه بیاد تا کنار گوش، کنار گوش هم بشکنه. پس نیازه که کنار سیبیلش شکسته باشه. ما این کار رو با ماشین در میاریم، بعدش راحت با تیر انجامش میدیم. اوکی. حالا بعضی هم هستن میگن آقا زیر این زیر لبمون رو اینجا رو بیاد چهارگوش برامون در بیاد. و شما چی کار میکنید؟ قبلش که بیاید با تیغ بیافتید به جونش و خرابش کنید، به مشتری بگید زبون خوشگل تا بنده زیر و با گوشه ماشین میاید شکل در میارید. و
با گوشه ماشین شکل که در آوردیم با گوشه ماشین ولی شکل در آوردیم، بعد دیگه با تیغ صاف و صوفش میکنیم به همین راحتی. حالا میخوایم بریم خط زیر گردنشو بندازیم. آره سرتو بده بالا، بالشته که پشت صندلی رو ما آوردیم با پایین که سر بره بالا. خب وقتی سر میره بالا شما خیلی راحت دسترسی پیدا میکنید به زیر گلوی مشتری. حالا میایید و با ماشین صفرمون، فقط حواستون باشه گاز نگیره بزنه گردنش قرمز کبود. حالا خب ایشون میخواد خط زیر گردنش بالای بالا باشه، چی کار باید کنیم؟ این باید بپیچونش که دور خوب بخوره. آره این از ایتر خط زیر گردنش میخواد بالای بالا باشه، جا قبلیش هم مشخصه. و اینجا هم گوشه دار باشه. خیلی راحت ما میایم و به همین شکل با ماشین اول کارمون رو در میاریم. کارمون رو که در آوردیم بعد با تیغ خیلی راحت سریسه چی میشه؟ میتونیم شکل رو در بیاریم. اینم از این، بریم با تیغ که درستش کنیم، یه مقدار صاف و صافترش کنیم. میریم سراغ تیغمون. خب همونطور که میبینید تیغ آماده روی دست تیغه، ولی خب خشک خشک نمیریم رو کار. چه کار میکنیم؟ یه مقدار از ژل استفاده میکنیم که ایشون دردش نیاد. این ژل مخصوص همین کاره عزیز من، دیگه آب و توف و اینا نمیزنن به مشتری، خب ژل میزنن، خیلی با کلاستره و خیلی روانتره. به همین شکل سعی کنید برای خط ریش، همیشه من دو نمونه تیغ دارم داخل سالن، یه تیغم مخصوص خط ریشه، تیغ قیمتش بالاتره، گیرونتره، بله هزینه میکنم و باعث میشه که مشتری برای ریشش همیشه به من مراجعه کنه. چرا؟ چون الان از تیغ مرغوب استفاده میکنم و کیفیت کارم بالاست. خب تیغ روی دست تیغ سوار شده، ژلم زدیم، آماده است که حرکت کنه. به همین شکل پوست رو میگیرم چون میخوام این خط ریش صاف بندازم. میبینید پوست رو گرفتم، نمیخوام گردش کنم، پوست رو گرفتم که تکون نخوره. بچه سعی کردیم فیلم برداری هم بهتر کنیم و بیاد از نزدیک نزدیک بگیره که کاملا کار مشخص باشه. خب وقتی داریم خط ریش گرفتیم یه دستی میکشیم روش که ایراداش مشخص بشه و میگیم با نوک تیغ پوست رو گرفتیم، با نوک تیغ تمرکز کامل خط رو درست میکنیم. این که چقدر بالا باشه چقدر پایین باشه باز باید از مشتری بپرسی، میخوایی چقدر بیارمش بالا چقدر پایین باشه. سمت گوش چقدر بالا باشه چقدر پایین باشه، همه رو بپرسید بچه ها. بعضی میگن آقا زیاد مشتری سوال میکنیم، فکر میکنن آقا کار بلد نیستیم. نه، پرسیدن سوال خیلی مهمه، اینکه جوری با پرسی حرفه‌ای که آقا کارت یعنی میدونی تو، اوکی؟ نابلدانه نپرس. بعضی موقع ما یه جوری سوال میپرسیم و مشتری شک میکنه که آقا این کار است یا نه. اول اینکه پایان کار متوجه میشه آقا شما این کاره، ولی وقتی میخوای سوال بپرسی خب مثلا ایشون مثلا خطریش
به این شکلی میخواد. خب شما میخواید گرد باشه خط ریشمون یا بشکنه بیاد چه شکلی باشه؟ حالا عکسی چیزی داره نشونت میده؟ عکسی هم نداشت. حدودی خواست صحبت کنه ازش بپرس خط ریش تو مثلا گرفتی بیاد پایین تر؟ میگه آره بیاد یه مقدار پایین تر. حرفه‌ای سوال بپرس، جوری سوال نپرس که خودت هم نمیدونه انگار میخواد چیکار کنی. اینم از خط ریشم. ایشون یه مقدار ریشاش توخالی توخالی داره، خیلی باید دقت کنید وقتی همچین ریشی میاد، یه مقدار تیغتون اشتباه بره یهو خالی خالی میشه، مجبوری بری پایین تر. هی بری پایین تر میبینی اه ریشه تموم شد. پشت گوشم به همین شکل خالی کردیم. میایم زیر گردن. همونطور که گفتم بالشتک صندلی خوابیده، سر به بالا و از همون جایی که با ماشین علامت گذاری کردیم میکشی پایین تیغتو. وقتی این قسمت این زیر گردنی سعی کنید با مشتری صحبت نکنید. اگر هم مشتری ببینید صحبت میکنه بهش بگید یه لحظه با احترام، یه لحظه صحبت، یه لحظه اجازه بدید من زیر گردن رو بگیرم، حساسه اینجوری که متوجه بشه نگران خودشید. اینجوری نگو آقا، یه دقیقه حرف نزن زیر گردن، اینجوری نه با احترام. بشین و بتمرگ یکیه، ولی خب بشین کجا و بتمرگ کجا؟ میم بالای سیبیل هم یه نزدیک روی سیبیل، آره بالای سیبیل هم یه مقدار شکل سازی میکنیم. همینطور که می‌بینید قشنگ بهش زاویه دادم. اوکی اما شده دارم با نوک تیغ کار میکنم. حله بینیم برای زیر لب. خب زیر لبای خوشگلتو باد کن. حالا یه قصد سمیمی هم نمیتونی نشید با مشتری. ایشون دوست نمونه ما یکم باید شوخی میکنیم. ولی واقعا لبای خیلی قرمزی هم داره. این داریم شکل سازیش رو انجام میدیم. خب اینجا رو زبون بنداز. مرسی. این شکل ساز اینجا انجام شد. الان اینجا با پشت نوک پشت تیغ، اینجا رو میبینیم با نوک پشت تیغ درستش کردیم. حالا با نوک جلوی تیغ به همین شکل شکل سازی رو انجام میدیم. بیشتر زبون بنداز. اینجا هم کاملا اوکی میکنیم. خب برو عقب. بچه ها ببینید کاملا تونستم این قسمت رو همون شکلی که میخوام در بیارم. این قسمت ها بلنده، این قسمت ها بلنده دست نخورده و این قسمت به همون شکلی که خواستیم در بردیم. زیر لبم به همین شکل چارگوش مربعی در بردیم. پنجره زیر لبم حالا بهش میگم. خب از زاویه دیگه بهتون نشون بدم کارو. امیدوارم که این کار دوست داشته باشید و استفاده لازمو ببرید. خیلی مخلصیم. تا درود دیگر. بدرود.